با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه 24 مهر برابر است با 16 اکتبر 2018. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، و خصوصا برنامه جناب آقای دکتر ایجادی. اجازه بده که بریم خدمت آقای ایجادی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم، تشکر کنیم از این نازنین به خاطر این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده. یکی از سخت‌ترین کارها به نظر من که ضمن اینه که لذت بخشه ولی خیلی انرژی بره، کار تدریس و سرکله زدن با شاگردان در سر کلاس است، و با همه این اوصاف و خستگی اون نشاطی رو که این کار به آدم میده باعث میشه که آقای ایجادی موقع شب در پاریس بتونه با انرژی بیشتر بیاد و ما در خدمتش باشیم. زود سلام کنیم با آقای ایجادی، سپاسگزار باشیم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. دوست گرامی من سلام بر شما، امیدوارم که خوب و خوش باشید، و همچنین سلام من به همه ایرانیان عزیزی که در ایران و خارج از کشور برنامه های شما رو میبینن. امیدوارم که پیوسته دلشون پر امید باشه. امیدوارم. ممنونم از شما و آرزو میکنیم که اینترنت شما هم امروز به ما یاری بدهد و بتونیم که برنامه رو به نحو بهتری پیش ببریم. من دلم میخواد یه کار دیگه بکنم آقای ایجادی، و اونه که از شما در مقدمه برنامه بخوام که یه گزارشگونه ای از شهر زیبای پاریس به ما بدیم، ببینیم که چه خبر هست در این شهر زیبا. روزگاری یادمه که پاریس معروف بود به پل برخورد عقاید، یعنی وقتی به سالهای 1960 برمیگردی پاریس قلب تپنده جنبش اعتراضی جهان است. در پاریس چه خبر هست آقای ایجادی؟ یه قدری برامون بگین ما هم خوشحال بشیم. بله، اتفاقا دیروز بود با دانشام صحبت میکردم، هر بار من در ابتدای درسم مطرح میکنم که خب چهار چه خبر، چه چیزهایی رو دارید که به ما بگید در حدود چند دقیقه. همین دیدم که دانشام حدود 80 نفری تو کلاس بودن، به همدیگه نگاه کردن دو این حرفا. بعد گفتم که خب بالاخره چی؟ گفتن که خب ویکندمون خوب بوده. برخی ها گفتن که یه مقدار خوابیدیم، برخی ها گفتن که یه مقدار بازی کردیم. گفتم خب از همه شما یک سوال من فقط میکنم، آیا رفتید مثلا یک نمایشگاه هنری رو دیدید یا نه؟ آیا شما یک چند برگ از یک رمان رو خوندید یا نه؟ که برخی ها به شکل خیلی خجالتی مطلب میگن که آره، ولی که اکثریت مطلق بالاخره نبود. و این در واقع یکی مسائل مهمی در این جهان کنونی ما و این جهان غرب هستش، در ارتباط با تربیت جوانان و این که به هر حال جوانان احتیاج دارن علاوه بر درس‌های رسمی که جزء برنامه‌های دانشگاهی و به هر حال دیپلمشون هستش، همیشه یک استاد باید کنجکاوی دانشجو رو افزایش بده و دانشجو رو به سمت این ببره که فردی با فرهنگ، فردی دارای تمایل شهروندانه باشه و نسبت به مجموعه مسائلی که در اینجا و آنجا میگذاره تا حدودی به هر حال تو باغ باشه به قول معروف، و فقط به درس ریاضیش یا اقتصادش فقط به این توجه نکنه. اینا گرچه این هم بسیار مهم است، و به هر حال همیشه بهشون میگن که، بعد یکیشو از من سوال کرد که خب شما چه کار کردید؟ گفتم که من در چند کلمه براتون میگم که ویکندی که من داشتم، یعنی شنبه و یک شنبه من، بسیار پربار بود، زیرا در این ویکند تونستم در واقع دو تا کار خوب انجام. و در راستای همین سوالی که میکنید،
به هر حال پاریس یکی از شهرهای فرهنگی جهان هستش و مدام افکار گوناگون و به شکل سمینارها به هر حال اکسپوزیسیون ها و دیدارهای گوناگون در عرصه های مختلف واقعا صورت میگیره و انسان هر جا و هر نقطه ای که حرکت بکنه حداقل در زمینه مسائل فرهنگی و هنری بسیار بسیار امکان هستش، البته در شهرهای بزرگ هستش، بلکه خب به هر حال اینجا هم ویژگی های خودشون داره. ولی اتفاقا دو تا نکته به نظرم میرسه که خواستم با توجه به سوالی که میکنه مطرح بکنم. یکی این که توی پاریس یک به اصطلاح نمایشگاه جالبی به وجود آمده، یعنی به ساماندهی کردن درباره فروید، زیگموند فروید که در محله موزه جودائیسم یا در واقع موزه یهودیت برگزار شده که یک موزه بسیار بزرگ و ساختمان بسیار قدیمی هستش و یک بخش از ساختمانهاش در ارتباط با به اصطلاح نمایشگاه های دوره‌ای هستش. جالب بود در اینجا که برها از زمان کودکیش تا لحظه مرگش برای مرگ بزرگ تمام این روند زندگیش رو توضیح میدادن، جمعیت البته زیادی هم آمده بود و تاکید بر این شد که این بسیار در این نمایشگاه که فروید واقعا یکی این که محیط زندگی مثلا خانوادگیش بسیار مهم بودش که در شکلی فکر اون و پس از اون روابطی که با انسانهای مختلف، روابطی که با دنیای خودش برقرار میکرد، چه انسانهایی چه کمکهایی رو به انسان میتونن بکنن، این از نظر جامعه شناسی خیلی مهم هستش که شما پیوسته ارتباطات گسترده داشته باشید و از کانال های مختلف بتونید خبر بگیرید. و سومین نکته این که در دوره بود که در ضمن تحولات گوناگونی مانند ارزم بودتون که جانورشناسی مسائل مربوط به داروینیسم مطرح بودش و بنابراین در ذهن این فرد بسیار تاثیرگذار بود. و بالاخره علیرغم اینکه من میدونم در ارتباط با ارزیابی از کار فروید که در واقع مبتکر روانکاوی هستش اختلاف نظرهایی وجود داره و حتی انتقاداتی وجود داره، این به جای خود و در هر زمینه البته این چنین ها وجود داره، ولی که به هر حال این رو باید در نظر گرفت که یک فروید در واقع بنیانگذار رشته روانکاوی بودش و یک دو به هر حال کاشف اون چیزی که به فرانسه میگیم انکونسیان و به فارسی به عنوان در واقع به نحوی ناخودآگاه انسانی یا ضمیر ناخودآگاه گفته میشه و یک مجموعه از مقولات مختلفی که مربوط میشه به مکتب فکری او و حداقل در این دو زمینه که مطرح کردم که به هر حال درسته که کسان دیگه هم بودن که در این زمینه ها در حال کار کردن بودند و این حرفا، ولی که امروز به هر حال در جامعه جهانی جامعه علمی این امروز تصفیه شده که فروید فردی هستش که روانکاوی رو به وجود آورد و روانکاوی مسئله چیز مسئله اصلی روانکاوی این هستش که در درون انسان اگر ما بگیم که این ذهن و یا این مغز قدرت در واقع کشف حقیقت داره به اعتبار وجدان، به اعتبار شناخت، به اعتبار آموزش، ولی در این حال در درون این ذهن عمیق انسان و یا در واقع در ضمیر دنیای انسانی یک به اصطلاح مقوله دیگه‌ای رو مورد توجه قرار میده از زمان خود فروید که بهش میگیم ناخودآگاه، ناخودآگاه انسانی، یعنی اون ناخودآگاه، اون جنبه ها، اون دهلیز ها و اون مکانیزم های عمیقی هستش که خود فرد نسبت بهشی در واقع تسلط نداره، آگاهی نداره، ولی اینها عمل میکنن. عین این که به هر حال شما زمانی که یک واکنش از خودت نشون میدی، زمانی که به قول معروف میگن اشتباهی لپی کردیم، یا زمانی که یک به هر حال یاد یک سری مسائلی که مربوط به دورهای زندگی شما هستش میافته، این بیان همون تمام مسائلی هستش که در درون انسان در واقع رفته، مونده، واپس زده شده، در واقع خوابیده شده و در واقع پنهان شده و بنابراین اینها شخصیت انسانها رو تا یه حدودی
جهت میدن. یعنی بنابراین شخصیت انسان فقط جامعه شناسانه نیست، فقط از نظر پزشکی و مسئله فیزیولوژی نیست، و از جمله برندهایی که میتونه انسان رو توضیح بده مسئله روانکاوی هستش، که برهان من تو و پیشنهاد میکنن دوستانی که در این زمینه به حال توجه کردن میتونن بیشتر نگاه کنن، و کسی هم که فقط اسم فروید شنیدن، به فارسی بسیار از کتاب های فروید در واقع ترجمه شده، و به خصوص باید این رو با زبان آلمانی یا زبان فرانسوی یا زبان انگلیسی باید خوند، و از جمله کتاب هاش این کتابی هستش که اینجا خدمتون دارم عرض. بنابراین لحظه بسیار زیبایی بود همراه با بحث، و بسیار میشد چیز یاد گرفت، و فیلمی بود، فیلم مستند از دوران زندگیش، چرا که پس از یه دوره در واقع به انگلستان میره و در اونجا هستش که در واقع میبینه. نکته دوم در همین ارتباط، یک نمایشگاه بسیار بزرگ و جالبی در پاریس در حال حاضر جریان داره، مربوط به کارگردان مهم سینما، از جمله کارگردانهای مهم که در واقع راجبش بسیار صحبت میشه، سرژیو لئونه، که سرژیو لئونه در واقع کارگردان به اصطلاح ایتالیایی هستش، و سرژیو لئونه ابتکار اصلیش در ایجاد وسترن اسپاگتی هستش در برابر وسترن های جان وین و آمریکایی، که در واقع وسترن سرژیو لئونه در واقع توأم با داستانه، توأم با یک پرداخته، توأم با موزیک بسیار بسیار زیبا هستش، توأم با در واقع صحنه های بزرگ و بسیار گسترده طبیعت هستش، چهره های بزرگ هستش، یک واقعا مکتب جدیدی رو در سینمای جهانی به وجود میاره، که از جمله فیلم های این مرد باید به اصطلاح، حالا من خاطرم نیستش، ولی از جمله فیلم های وسترنش که تحت عنوان در واقع نه بد نه خوب نه زشت هستش، و یک فیلم دیگه هستش که البته به اصطلاح وسترن نیستش، یک در ارتباط با آمریکا هستش، روزگاری در آمریکا، و این جالب هستش به این خاطر که در واقع دوران مثلا مربوط به گانگسترهای یهود و مثلا محیطهای یهودی رو نشون میده، و یک گذاری هست در زندگی یک فرد، یک سفری هستش در زندگی یک فرد از دوران خردسالی تا دوران در واقع پیری، به خصوص از این زاویه مهمه که در واقع پرداخت اون و چهره های زیبای بازیگرانی مانند عرض حضورتون که روبرت دونیو، یا به هر حال از جمله کسانی مانند به هر حال حتما خاطرتون هست این چهره در واقع که حتما دوستان خواهم میتونن نگاه بکنن و بس اسمش گیر بیارن، این به عنوان یه به اصطلاح یک مسابقه، و به هر حال دنیای کنونی ما انواع اقسام پدیده ها درش وجود داره، خشونت ها وجود داره، ولی در این حال این پدیده ها، این راندوو ها و این دیدارها نباید از دست داد. دنیای ما در ضمن احتیاج به سینما داره، احتیاج به تصور و خیال داره، و برابر این رفتن به سوی سینما برای به اصطلاح شاهکارهای بزرگ سینمایی، این در واقع یک نوع آموزش برای نسل های به اصطلاح جوان در تمام کشورها میتونه باشه. بسیار متشکرم و ممنونم، اتفاقا کار خوبیه، یعنی اینکه این کار شما نشون میده که عشق شما رو به این امر معلمی و آموزگاری که جوانا رو تشویق کنی برن نمایشگاه ها رو ببینن خیلی خوبه. منم اتفاقا در فرصتی که در برلین بود رفتیم و این نمایشگاه مربوط به دیوار برلین رو در اونجا دیدیم، و اتفاقا یک سینمایی در اون روزگاران اونجا بوده به نام سینما پاریس، بله، بلنگوش رو بیرون میذاشته و با صدای بلند این صدای فیلم رو پخش میکرده که جوانایی که اون ور دیوار اسیر ایدئولوژی هستن
بتونن حداقل صدای فیلم رو بشنون، کار جالبی بوده. و ببینید دوست گرامی من، ما باید توجه داشته باشیم که برای همه جوامع و از جمله برای بخش سیاسیون جوامع و جمله جامعه ما، واقعا چه بسا مسئله هنر به اندازه ای که باید و شاید مورد توجه واقعا قرار نگرفته. دقیقا. هنر یک چیز فرعی نیست، هنر یکی از شاهراهای مهم شکوفایی و رشد فکر و روحی انسان ها هستش و باید افراد سیاسی، افراد دانشگاهی، افراد عادی، همه افراد جامعه واقعا به امر هنر توجه بکنن در زمینه های مختلف. ما اگر زمانی حالا فرصتی بود به شکل مفصل میشه راجع به هنر صحبت کردینا، ولی که به هر حال ما دانشجویی که امروز هستن، جوانانی که امروز هستن، خب اینا پس فردا من میدونم اینها مهندس میشن، مهندسان اغلب خوبی هم میشن، مدیران خوبی میشن، ولی ما باید توجه بکنیم این افرادی که مهندس و مدیر خوب میشن باید در ضمن کسانی باشن که چی؟ شهروندان خوبی باشن، طرفداران دموکراسی باشن، طرفداران لایسیته باشن، طرفدار ارزش‌های انسانی باشن، طرفدار در واقع این باشن که هنر و آزادی در عرصه هنر رو بهش تبلیغ بکنن، زیرا رشد یک جامعه از طریق این مباحث میگذره و اینها باید بتونن خود رو بر پایه از جمله ادبیات، هنر، شعر و غیره و غیره چیکار کنن، تربیت خودشون رو به جلو ببرن. و این یکی از تمام نگرانی های من هست که زمانی که دانشجو رو من دارم با باهاشون گاه به گاه صحبت میکنم، اینا البته خیلی هم زیاد هستن، هر روز ممکنه من بین 100 تا 250 دانشجو حتی برخی روزها ببینم ایشون در آمفی تئاترها و غیر و ذلک اینا، ولی میدونم که زمان ما تنگ همیشه، ولی که به هر حال از هر فرصتی باشه استفاده میکنم که اشتیاق اینها به هنر، اشتیاق اینها به ادبیات در واقع بالا بره، زیرا ما احتیاج داریم به کسانی که تخصص بلد هستن، دانش رو میدانن، علم رو میدانن و در این حال احتیاج به این دارن که دارای ذهنی باز، ذهنی شهروندانه و ذهنی در واقع تمام متمایل به هنر و ادبیات هستند. به و این سه نکته که من همیشه تو هر برنامه در طی این سالهای درازی که در تلویزیون بودم بهش اشاره کردم، تاریخ، جغرافیا و ادبیات، که هنر در دل همین ادبیات قرار میگیره و اینا سه عنصر پیشبرنده هستن. اگر مردم ما تاریخ خودشون رو میشناختن به طور قطع و یقین گرفتار اهریمن خمینی نمیشدن، اگر جغرافیای مملکتشون رو بدانن اسیر این دروغ ها و این ترفندهای اهریمن نمیشن. بذارید من همینجا یه موضوعی رو از شما بپرسم، امروزم قدری راجبش در این گزارشگونه که با آقای سلیمی در کل تهیه کرده بودن گفتگویی با ایشان بر اساس اون سلسله برنامه هایی که از کجا آمده ایم و کجا ایستاده ایم و کجا رو داریم نگاه میکنیم، اشاره کردن که ما با یه نظامی طرفیم که به راستی اهریمنه و هر روز یه ترفند تازه میزنه و یا به قول امروزی ها یه استراتژی داره. من میخوام از شما بپرسم که یه به طور آماری گذرا بپردازیم به استراتژی های این نظام در طی این 40 سال و از دوره ای که حداقل اینا سوار کار شدن، یعنی از سالهای 60 که این شد رئیس جمهور، خامنه ای شد رئیس جمهور تا به امروز، و در مقابلش طبیعتا استراتژی ما کدام بوده. میخوام از نگاه شما در حقیقت به این موضوع برسم، امیدوارم پرسشم رو تونسته باشم به طور اونجوری که دلم خواست مطرح کرده باشم. بله کاملا روشن جناب بهبهانی عزیز، یک مسئله مرکزی برای بر حال هم جامعه ما هستش، هم بر حال نخبگان جامعه، چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان روشنفکری و غیره.
ببینید، من فکر می‌کنم که برای اینکه مبحثمون رو باز بکنیم، به هر حال زمانی که ما صحبت از انقلاب می‌کنیم و تصرف قدرت توسط گروهی در درون انقلاب، آنچه که مربوط به انقلاب اسلامی بود به هر حال انقلابی بود، یعنی یک واژگونی بود در درون جامعه، طبقه افتاد و طبقه دیگری بر سر کار آمد، که طبقه ای که بر سر کار آمد متشکل بود از آخوندها، از افراد به اصطلاح حتی چه بسا پایینی جامعه، از ایدولوگ های اسلامی، و زمانی که اینها به قدرت رسیدن سرآغاز یک مسیری بود که اینها واقعا تبدیل بشن به یک طبقه مستحکم که از نظر اقتصادی، از نظر مالی، از نظر اجتماعی، از نظر در واقع ایدولوژیکی پاهای خودشون رو روی یک بستر بسیار قدرتمندی به اصطلاح گذاشتن و به این ترتیب تبدیل شدن به یک قدرت گسترده و بسیار پرقدرت و یک طبقه ای که چی برای حکومت کردن و برای کسب امتیازات و حفظ امتیازات خودش حرکت خودش را آغاز کرد. و بنابراین این طبقه، وقتی ما میگیم این طبقه که در درون کسانی هست که چه بسا روزه میخوندند و به اصطلاح 10 تومن بهشون داده میشد، کسانی بودند که به عنوان در واقع رساله می نوشتن و از طریق افرادی که به اصطلاح مدافع اونها بودن، پیرو اونها بودن، خمس و زکات می رسید و از طریق بازاریایی که به هر حال پولی داشتند و تجارتی می کردن و غیر و غیره. اینها به هر حال افرادی بودن که نسبت به آنچه که در لحظه کنونی می گذره فاقد یک قدرت اقتصادی بسیار مهم بودن، ولی زمانی که بر سر کار آمدن و شما زمانی که قدرت سیاسی رو دارید، قدرت اقتصادی رو دارید، جمع آوری می کنید، قدرت نظامی رو با خودتون دارید، استراتژی شما چیست؟ استراتژی مسئله حفظ قدرت و زدن و یا مقابل جویی کردن و یا دور کردن کسانی که مخالف قدرت شما هستند. پس بنابراین در لحظه ای که جمهوری اسلامی بر سر کار آمد که جدای از افکار دموکراتیک بود، بر اساس وحی، بر اساس ایدولوژی اسلامی و قرآنی، اینها قدرت رو گرفتند و خود رو بر جامعه ما مسلط کردند. خب در اون دوره اولیه چه چیزی در واقع نیروی اصلی استراتژی اونها رو تشخیص به اصطلاح تعیین میکنه؟ اونها میخوان استراتژی کسب قدرت و حفظ قدرت رو دارند و بنابراین در اون لحظه آغازین کاری که در واقع برای اینها هستش بلافاصله ادامه دادن فعالیت های ایدئولوژیک اینها. برای چی؟ برای نگه داشتن این وهم، این اعتقادات مردم که اونها رو روی دوش خودشون قرار دادن و در واقع تا یه حدودی هم در واقع زیر کنترل قرار دادن نیروهای سیاسی که چه بسا کاملا با اونها همراه نبودن، ولیکن مددکاری و حمایت اونها رو میخواستن. به این ترتیب هستش که در دوران اولی که مربوط میشه به حدودا دوران خامنه ای، و اون دو دوره این فرد در واقع رئیس جمهور شد و این دو دوره ای که این فرد رئیس جمهور هستش، فردی هستش که لحظه ای در واقع رئیس جمهور میشه که 75% به اصطلاح افراد میرن رای میدن، رای دهنده ها، و به علاوه 95% کسانی که رای میدن رای به اصطلاح به خامنه ای میدن. و بنابراین این بیان چیه؟ هرچند که در کل سیستم حکومت اسلامی ما هرگز نمیتوانیم از شفافیت برخوردار باشیم و پیوسته تقلب و به هر حال کارهای پنهانی ناکردند و میکنند و خواهند کرد، ولی که به هر حال در ضمن این خیلی دور از واقعیت نیست در اون لحظه که چی؟ که این به شکل بسیار گسترده قدرت جمهوری اسلامی در شکل به اصطلاح ریاست جمهوری از یک نفوذ بسیار گسترده‌ای برخوردار هستش و این دو دوره اول جمهوری اسلامی هستش. مرحله بعد کیست؟ مرحله بعد مرحله هستش که جامعه ایران داره به پایان به اصطلاح جنگ ایران و عراق نزدیک میشه و دوران رفسنجانی هستش. و اگر خاطرمون باشه دوران رفسنجانی رو به عنوان دوران در واقع سازندگی معرفی میکردن که به اصطلاح برای به اصطلاح
مجموعه خرابی های ناشی از جنگ چگونه به صلاح اقتصاد تنظیم بشه و به این ترتیب دوره ای هستش که در زمینه های مختلف جاده کشی، سدسازی، یک سلسله کارهای اینچنینی به هر حال صورت گرفت و نوعی هنوز فریبندگی خودشو در ابتدای کار این به صلاح سیستم داشت در درون جامعه و کسانی بودن که از نیروهای سیاسی هم به هر حال تمایلات خودشون رو یا حمایت خودشون رو اعلام میکردن، ولی در این حال یک دورانی هستش سیاه که کارهای بسیار بسیار ضد آزادی داره در همون دوران رفسنجانی شروع شده انجام داره میگیره و بنابراین ما میرسیم به مرحله سوم که مرحله در واقع دوران آقای خاتمی هستش. و دوران خاتمی چیست؟ دوران خاتمی اگر دوران قبلی به اصطلاح نوعی استراتژی سازندگی است که خود رو توجیه بکنه ما چرا لازم هستش که جامعه در جامعه باشیم و جامعه به ما نیاز داره، به این خاطر که ما باید بسازیم زیرا که جنگ جامعه رو در واقع تخریب کرده و برای در ذهنیت جامعه ضرورت خودشون رو به اصطلاح و حقانیت به اصطلاح خودشون رو دارن به این ترتیب توجیه میکنن که جامعه احتیاج داره به حضور اونها و حاکمیت اونها. زمانی که مذهبی خاتمی پیش میادش دوری هستش که اون به اصطلاح صحبت ها، امید هایی که از ابتدای انقلاب داده شده دیگه در واقع اون امیدها داره پرپر میشه، یعنی اون امیدها در واقع از بین داره میره و به نحوی جامعه به این رسیده که این جامعه یک جامعه بسته است، یک جامعه دقیق شدیدن آخوندی هستش که به راحتی نمیشه نفس کشیدش و بنابراین احتیاج جامعه در این هستش که بتونه چیکار کنه، بتونه که نوعی گشایش تولید بکنه و نوعی به اصطلاح رفور تولید بکنه و از اون مکانیزم وابسته در واقع خودشو خارج بکنه. بر این پایه هستش که در واقع شعارهایی که مربوط به دوره خاتمی هستش در واقع ایجاد به اصطلاح اصلاحات هستش، صحبت از اصلاحات سیاسی هستش و بیانی هستش که جمهوری اسلامی در این نقطه به این رسیده که خب آتشی که در دیامه وجود داره این هستش که میخواد اصلاحاتی صورت بگیره، یعنی مدلی که تا اون لحظه کار کرده داره در واقع به نحوی پیر میشه، فرتوت داره میشه و بنابراین برای اینکه افراد رو دور خودش نگه داره و خودش رو در واقع به این ترتیب توجیه بکنه مطرح میشه که باید به اصلاحات سیاسی دست زده و ما میدونیم که خاتمی دو دوره‌ای که به اصطلاح در رأس حکومت جمهوری اسلامی بود به هر حال بخصوص در دوران اولش با این گفتمانی که داشت بالا آمد و صحبت حتی اگر خاطرتون باشه در به اصطلاح سازمان ملل کرد در ارتباط با گفتگوی تمدن‌ها، می‌خواست یه چهره مدرنی رو در واقع ارائه بده که اون به اصطلاح چهره به اصطلاح بسیار خشمگین جمهوری اسلامی در ذهنیت بین‌المللی در واقع پاک بشه، ولی به هر حال ما خاطرمون هست که در همین دوران دورانی هستش که در واقع قطرهای زنجیره‌ای صورت میگیره، هرچند که نتیجه این شد که برخی ها و اون جناهایی در واقع در این ام شرکت داشتند و یک ولی که تا ته این به نظر من نرفت و رابطه اینها با مسئله به اصطلاح ولایت فقیه نشون نداد و از سوی دیگه هم سرکوب دانشجویی رو داشتیم در همین دوران، یعنی یک دوگانگی که از یک سو داره صحبت از این میکنه که ما به اصطلاح به رفرم و اصلاحات احتیاج داریم و از سوی دیگه مسئله سرکوب های سیاسی ادامه داره، ولی جامعه مدنی در این لحظه به خصوص در دوره اول استفاده میکنه از این صحبت ها، از این فضایی که داره خودشو به هر حال نشون میده برای اینکه بتونه فعالیت های خود رو چیکار کنه گسترش بده. به این خاطر هستش که فعالیت های مطبوعاتی، فعالیت های انجمنی بسیار گسترده میشه و این نه به اعتبار خاص حکومت بلکه فرجی که فضایی که در دل جامعه به وجود آمده بلافاصله اون فعالینی که در این زمینه در جستجوی این فرصت هستن وارد میدون شده و به شکل گسترده ای فعالیت ها رو به پیش میبرن. این هم دوره به اصطلاح خاتمی که در واقع یک دوره ای هستش که بگیم که طبقه متوسط و روشنفکران نوعی احساس اشتیاق خودشون رو نسبت به این دوره نشون میدن و جمهوری اسلامی از این زاویه در واقع یه مقدار آسوده هستش زیرا میبینه که این شیفتگی به هر حال از طریق
خاتمی هم که باشه باز متوجه چیه؟ متوجه جمهوری اسلامی، زیرا خاتمی هرگز مخالف جمهوری اسلامی نبود و بنابراین حالا این چهره یا اون چهره در درون انتخابات بیاد، آنچه که مهم هستش ادامه کاری نظام جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیهی هستش. بعد میرسه به مرحله بعدی، مرحله بعدی که مرحله احمدی نژادی هستش، مرحله ای که برخی به هر حال تحلیلگران اون رو به عنوان دوران پوپولیزم دینی و پوپولیزم احمدی نژادی معرفیش میکنن. و این به چه معنا هستش؟ به این معنا که در این جامعه افراد در واقع به اصطلاح فقیر، افراد کارگر، اینها در واقع سرشون بیکلا مونده و اینها در واقع به نوعی در واقع تقسیم ثروت باید صورت بگیره و راه حلی که توسط پوپولیز در نظر گرفته میشه دادن یه بخشی از به اصطلاح سوبسیدهای دولتی به بخشی از طبقات جامعه هستش که به این ترتیب این وفاداری جامعه نسبت به حکومت تامین بشه. و از سوی دیگه در واقع این پوپولیز که یک پوپولیزم بسیار عقب افتاده و دینی و ایدولوژیک هستش، خاطرتون هستش صحبتی که در واقع خرافه‌گری هایی که احمد نژاد پخش میکرد در ارتباط با جمکران ها، در ارتباط با دیدن امام زمان، در ارتباط با صندلی گذاشتن برای در به اصطلاح نشست دولتی برای امام زمان، در اینکه در به اصطلاح آمریکا سفر در آمریکاش اونا متوجه شده بودن که این محمود آمده اینجا نور و غیر و زاری که این، تمام این ایدولوژی های ابلهانه و بسیار بسیار ارتجایی که تا یه حدودی محض کننده هستش برای افراد نادان در جامعه و قشر های بسیار بسیار پایینی که از یک سطح فرهنگی و تحصیلاتی بالا برخوردار نیستن. و بنابراین از در کنار این هم نوعی خشونت و پرخاش نسبت به نظام برها دیپلماسی جهانی و علیه یهودی ها و به اصطلاح گفتمان های راسیستی که توسط احمدی نژاد صورت میگیره. و بنابراین یک دوره هستش که بسیار بسیار خراب کننده هستش در ارتباط با اقتصاد ایران، در ارتباط با جامعه مدنی ایران. و بنابراین نتیجه کار اون منجر به این میشه که پس از دوران اولش، در دوران دوم از اونجایی که نمیتوانست برنده بشه و برای جمهوری اسلامی به هر حال هنوز استراتژی در نگه داشتن این پوپولیست بود، منجر به این شد که تقلبات گسترده کردن و این تقلبات منجر به جنبش سبز شد که هممون در جریانش هستیم و شعار اونها که رأی من کجاست. پس بنابراین این ندایی که بلند شد، طبقات متوسط، طبقات روشنفکر که در واقع در جستجوی این بودن که نوعی فعالیت های مدنی ادامه پیدا بکنه، و احمد نژاد گفتش که امروز دوره ای هستش که به اصطلاح من آمدم تا یک دنیای خوب رو به شما نشان بدم، متوجه شدن که نه، این دنیای ایشون یک دنیای کاملا دروغ هستش و از حمایت خامنه ای برخوردار هستش. بنابراین آمدن و ریختن در خیابان ها و اعتراضات خودشون به این ترتیب به نمایش گذاشتن. و از اونجایی که رژیم در ارتباط با این جای به اصطلاح آلترناتیوی که مطرح کرده بود راه دیگه ای نداشت که جز خشونت به کار ببره و جامعه رو در واقع سرکوب بکنه، سرکوب کرد و به این ترتیب 4 سال بعدی هم ادامه پیدا کرد علی‌رغم تمام تناقضاتی که بین بخش‌های مختلف حکومتی به وجود آمده بود و هنوز هم به ادامه داره. پس این هم در ارتباط با مسئله احمدی نژاد. و بالاخره نکته آخر یا مرحله آخر، دوران روحانی هستش. دوران روحانی که دوره اولش تپریش، دوره دوم هستیم. دوران روحانی ویژگیش در چیز؟ استراتژی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام، به عنوان یک حکومت در این هستش که به هر حال احمدی نژاد دیگه نمیتونه، احمدی نژادها در این لحظه نمیتونن به اون ترتیب عمل بکنن با اون ویژگی های بسیار بسیار شدید فناتیک و پوپولیستی خودشون و غیر و ذالک. بنابراین لحظه هستش که مسائل اتمی مطرح هستش، مسائل رابطه با مناسبات بین المللی مطرح هستش، لحظه هستش که خود جامعه نسبت به چهره احمدی نژاد کاملا در واقع ابراز انزجار میکنه. این فرد و یک فرد کثیف، دروغگو و توهین به تمام ملت
تلقی میکنه و براش نوع آبروریزی هستش که این فرد رو در مجامع جهانی ببینه و به این ترتیب هستش که در واقع خواسته که در دل جامعه هستش و نظام جمهوری اسلامی مهندسی داره میکنه تحلیل میکنه این که بنابراین فردی باید بیاد که این فرد در واقع تا حدودی یک گفتمان معتدل داشته باشه، خواهان در واقع برخورد معتدل نسبت به مناسبات به اصطلاح دیپلماسی جهانی هستش و به این ترتیب یک راه و روش جدید رو به اصطلاح آغاز بکنه. و در اینجا هستش که هر به هر فردی نمیتونی به اعتماد بکنی، فردی که مورد اعتمادش قرار بگیره که روحانیه، روحانی کسی هستش که 20 سال در به اصطلاح مجلس نماینده هستش، 15 سال در درون به اصطلاح ستاد استراتژیکی حکومت اسلامی در واقع مسائل استراتژیکی و مسائل امنیتی رو از نزدیک مورد برخورد قرار داده و یار در ضمن نزدیک فرد نزدیک و مورد اعتماد خامنه ای هستش و بنابراین راه برای او باز هستش که به این ترتیب بر اساس یک مهندسی آماده شده و در ضمن پنهان و آشکار تبلیغ شده چیکار کنه، این به این ترتیب بر سر قدرت بسه. و وقتی این فرد بر سر قدرت میرسه جمهوری اسلامی یک فرجه زیبایی رو بر خودش میبینه که به هر حال ارزندام بکنه، در سطح جهانی خودش رو در واقع مجددا مطرح بکنه و مناسبات دیپلماسی جدیدی رو بخواد، ولی از اونجایی که قادر نیست همه عوامل رو کنترل بکنه، همه پدیده ها رو از قبل پیش بینی بکنه، ما با یک سلسله مسائل جدیدی مواجه میشیم. از یک طرف مسئله حدت تناقضات در درون خود سیستم حکومتی، از سوی دیگه مسئله پاره شدن یا به هم ریختن در واقع اون عهدنامه یا پیمان مربوط به اتم و بنابراین بیرون رفتن آمریکا از درون این پیمان جهانی یا برها که با غرب ساخته شده بود و به این ترتیب، و از سوی دیگه مردم حس میکنن که این طرف فقط دروغ میگه یا فقط حرف میزنه و اونجایی هم که میتونه احتمالا احتضار این هستش که یه چیزی مقاومت تکی نشون بده به هیچ وجه نیست و انگار که قایب قایب هستش. و بنابراین این مجموعی این دوره آقای به اصطلاح روحانی منجر به این شد که در دل این جامعه تحولات جدید به وجود اومد. و این تحولات چی بود؟ این تحولات این بود که اگر ما دیدیم در دوره های قبلی در واقع بخش به اصطلاح طبقات متوسط، بخش جوانان، بخش در واقع دانشجویان و زنان فعالانه به نوعی جامعه مدنی رو اعتقاد دارن و میخوان در واقع از به اصطلاح امتیازهایی رو بگیرن و در درون به اصطلاح در درون همون سیستم ما دیدیم که باز علارغم تلاشایی که احمدی نژاد کرد برای به اصطلاح ساکت نگه داشتن افراد فقیر در جامعه ما در دوره آخر این جمهوری اسلامی در زمان آقای روحانی یک پدیده جدیدی به وجود آمد و این پدیده این هستش که از طبقه متوسط و جوانان و زنان در واقع بیش از پیش انتظارات خودشون دیدن که این انتظارات رعایت نشده و در واقع دروغگویی هستش و از سوی دیگه توده هایی که در واقع کارگر و یا اون پابرهنه هایی که مدافعین همین حکومت بودن در دوران اولیه حکومت اسلامی، اینها کسانی هستن که در واقع دنیا ورق رو دارن برمیگردونن و شعارهایی مانند نه اصولگرا و نه اصلاح طلب، برابر این شعارهایی بود که از جانب بخش مهمی از جامعه از دیماه پیش آغاز شد و در این گردش و این چرخش جدید مجموعه این هرم دولتی و مجموعه این طبقه حاکم، یعنی چه اصولگراها، چه اصلاح طلبها، چه خود سران ارتش، سپاهیان، راندخاران و همچنین خود بیت خود به اصطلاح خامنه‌ای مورد هدف و نشانه قرار گرفت. بنابراین در اینجا استراتژی آن به اصطلاح جمهوری اسلامی چیست؟ یک سوال اساسی هستش. اگر بنابراین در پایان به پایان ببریم این دوره دوم به حال دوران روحانی رو و احتمالاً اقداماتی نکنند و حرفا، به هر حال خود اینا هم بالا و پایین دارن میکنن برای اینکه نگاه روشنی ندارن، خب فقط من فقط ذکر مطلب رو میکنم، یعنی رؤوس رو فقط میگم. یک، آیا در استراتژی جمهوری اسلامی درست این هستش که از زاویه منافع خودش این هستش که به فرض یک آلترناتیوی به نوعی بناپارتیستی با قاسم
سلیمانی به وجود بیاره، کسی که البته در جنگ زمان ایران عراق از جمله بلند پایگان این رژیم نبود، ولیکن برها در جنگ خاورمیانه در سوریه و همچنین مقابل جویی جمهوری اسلامی با داعش در واقع به نحوی تبلیغ کردن که اون فرد درخشانی بوده. پس بنابراین این تبلیغات برای استفاده در ارتباط با یکی از آلترناتیف های حکومتی. دومی آلترناتیف آیا برای جمهوری اسلامی این مطرح هستش که به فرض فردی مانند علی لاریجانی در واقع سمبولی بشه، کسی که هم با جناح اصلاح طلبان، هم با جناح اصولگرایان، هم با خود خامنه ای و با به اصطلاح باند خانوادگیشون در واقع میتونه یک میانگی، یک سنتزی رو در واقع به وجود بیاره، آیا اون میتونه باشه؟ سوم، آیا میتونه افرادی که خودشون رو معرفی کردن در دوره پیش و مانند افرادی مانند اسحاق جهانگیری و همچنین محمد رضا عارف که تمایلات در واقع روحانی رو در خودشون دارن، یک تمایلاتی هم نزدیک به اصول به اصلاح طلبان در خودشون دارن، آیا اینها رو میتونه رژیم جمهوری اسلامی به عنوان در واقع آلترناتیو مطرح بکنه که اگر اینها باشه اینها الزاماً یک روابط پیوندهای عمیق با ارتش، با روحانیت و حوزه ها و با بخش های دیگه الزاماً به اون ترتیب ندارن، حتی هرچند که بخشی از جامعه میتونه بهشون توجه بکنه. و بالاخره چهارمین استراتژی این که آیا استراتژی جمهوری اسلامی میتواند به لحاظ تنگی شرایط به سوی در واقع یک شخصیتی باز اصلاح طلبی باشه که تا به حال در واقع نسخته هستش و به این ترتیب در شرایط بحرانی جدید و با توجه به فشارهای جهانی که آمریکا روش وارد میاره این رو به نحوی مهندسی بکنه و به این ترتیب بالا بیاره. پس بنابراین در این نقطه آخر میخواستم این رو بگم که به هر حال در دوره های مختلف جمهوری اسلامی برای حفظ این قدرت این طبقه، برای حفظ این نظام استراتژی های گوناگون به کار گرفته و این استراتژی ها رو متناسب با چی؟ با وضعیت جامعه، با روحیات مردم، با وضعیت خود مخالفین حکومتی و مسائل بین‌المللی تنظیم کرده تا به اینجا رسیده. حال امروز در برابر یک مرحله در درون یک مرحله جدیدی قرار گرفته. او یعنی جمهوری اسلامی چه استراتژی رو میتونه مورد توجه قرار بده؟ و در برابر جمهوری اسلامی استراتژی اپوزیسیونی چه میتواند باشد؟ و این باز خود سوال برجسته و مهم هستش. ممنونم ازت. درسته، یعنی قدم به قدم که نگاه میکنی میبینی که اینها در حقیقت با پولی که در اختیار دارد، قدرت و اسلحه‌ای که در اختیار دارد، جذب میکنه بخشی از بیشخصیت های تکنوکرات رو و اونها براش ایجاد فکر میکنن. همین الان همین لحظه هم شما میبینیم یه آدمی رو روز نگاه میکردم به نام آقای رنانی، نمیدونم کی بود که استاد اقتصاد بود، یه حرفایی زد مردم همه فکر کردن راستکیه، ولی امروز میبینی که او مشاور اول همین حسن روحانی است. پرسشم اینه که با این تعریف جامعه شما، استراتژی ما به عنوان نیروهای مخالف، سرنگونی طلب، برانداز چه بوده در طی این سالها؟ این رو چجور تعریف میکنی؟ بله، این هم باز یه بحث بسیار گسترده‌ای هستش و این که خب مسلزم این هستش که در هر کدوم از این مراحل در واقع وضعیت به اصطلاح اپوزیسیون و آسیب شناسی بکنیم که ببینیم نقاط ضعفش چی هستش، نقاط قوتش چی بوده و اساسا آیا درک استراتژیکی داشته یا نداشته و آیا جنبه و در واقع بیشتر یک رابطه پیروی و نوعی در واقع دنبال حوادث حرکت میکرده یا خودش در واقع نوعی استراتژی بوده. خب به عنوان نمونه میشه صحبت کرد که برخی ها در دوره های مختلف میگفتن که به فرض رأی بدیم یا رأی ندیم،
خب اونایی که میگفتن رأی بدهیم همسویه با جمهوری اسلامی داشتن و به این ترتیب میگفتن که هرچند که جناهای بسیار بسیار حاری هستش، اون جنایی که کمتر هارتر هستش یا به اصطلاح جنایی که کمتر بد هستش رو به این ترتیب باید تقویت کرد و به این ترتیب جامعه از گزندهای بزرگتر در واقع در امان خواهد بود. ولی خب کسانی بودن که میگفتن که از نباید رأی داد. خب ولی این کافی نیست، آخه این کافی نیست. یعنی گفتن این که رأی بدهیم یا رأی ندهیم جلوه ای میتواند باشد از یک سیاست بزرگتر کلان، از یک استراتژی. چرا در برابر این جمهوری اسلامی که با دقت دیالوگ به اصطلاح ایدولوگ داره، کارشناس داره، مهندسی میکنه، به شکل پنهانی در واقع سیاست ها رو تنظیم میکنه، از طریق رادیو تلویزیون اینا رو پخش میکنه، از طریق افرادی که تمایل به اون دارن اینها رو باز میگیره و تبلیغ میکنه، کسانی حتی که در درون خود حکومت نیستن و خود رو به عنوان اپوزیسیون میگن. ما بارها شاهد این بودیم که چگونه در ردیف اول رسانه قرار میگرفتن، به سوی در واقع سفارت ها حرکت میکردن و تبلیغ میکردن که بیایید رأی بدهید، بالاخره رأی به نفع این کشور هستش. و اینها رو ما میشناسیم، میدونیم چه کار کردن و اینها رژیم نسبت به این امر نیز آگاه هستش. خب اینها در واقع دنبالچه های همون سیستم حکومتی هستند. ولی امروز واقعا من فکر میکنم یک درک جدیدی داره روی میده، یک واقعه جدیدی داره روی میده در این دوران. یعنی به این معنا که اگر به شکل خیلی خلاصه بگیم در این وضعیت جنبش ایران، وضعیت جنبش ایران در داخل خیلی مطلوب نبوده به لحاظ وضعیت به اصطلاح ستمگرانه و استبدادی که حکومت به کار برده. اجازه نمیده اینها جمع بشن، اجازه نمیده اینها متشکل بشن. هر لحظه ای که تمایلاتی به تشکل وجود داره، از افراد سیاسی گرفته تا افراد محیط زیستی گرفته تا افراد حقوق بشری گرفته، همه اینها رو چه جنبه های تشکیلاتی داشته باشه، چه حرکت های فرد و شخصیت ها باشه، پیوسته اینها رو در واقع سعی کرده منکوب بکنه و داغون بکنه. این یک واقعیتی و برابری سختی کار هم در همین جاست. از سوی دیگر در بخش خارج کشور، در خارج کشور به هر حال بخش های مختلفی از این اپوزیسیون بوده و هستش، ولی به هر حال تلاش های عمیق کم بوده، تلاش ها عمدتا پراکنده بوده و بنابراین ما شاهد یک استراتژی برجسته در برابر سیستم حکومتی بودیم. امروز حس من در این هستش، وقتی به رویدادها نگاه میکنیم، وقتی که در واقع به گرد همایی ها، به صحبت های گروه ها، نماینده گروه ها و همه و همه صحبت میکنیم، صحبت از این هستش که به هر حال یک گویا تحولی در به اصطلاح حال تکوین هستش. و این چی؟ و این که به هر حال صحبت از این میشه که ما دیگه اپوزیسیون نباید باشیم، یعنی حکومتی که میزنه داغون میکنه و ما در واقع به عنوان یک به اصطلاح فرد ستم دیده یا قربانی شده باید از خودمون دفاع کنیم و از جمهوری اسلامی در واقع اون رو افشا بکنیم. این نقش اپوزیسیونی هستش، ولی اپوزیسیونی که میخواد خود رو جایگزین بکنه، این یک خودش یک درک جدیدی هستش. یعنی اینکه نوعی بلوغ در خودش میبینه که بنابراین پس از این 40 سال دیگه کافی است، باید قدرت رو به دست گرفت. قدرت رو در ایران چه کسانی به دست گرفتن؟ شما نگاه بکنید تمام افراد سیاسی این سیستم حکومتی افرادی بودن که طبعا که بساطیت دانشگاهی داشتن، مهندسی داشتن و انواع اقسام. یه سری از اینها افراد حوزوی بودن، افراد به اصطلاح آقا به اصطلاح افرادی مربوط و وابسته به همه خانواده ها بودن و بسیاری از اینها افراد بیلیاقت، افراد در واقع فاسد، افراد تبهکار، افراد مماشاجو، افرادی که در جستجوی منافع شخصی خودشون بودن و به این ترتیب هستش که اینها به اصطلاح کار رو در دست داشتن. حالا که جو بخش اپوزیسیون ایران به هر حال افرادی داره در درون خودش که افراد شایسته ای هستند، که افرادی هستند با دانش، با تجربه، اینها رانده شده از قدرت هستند. ولی این به این معنا نیستش که اینها دارای شناخت نباشن یا دارای تجربه نباشن، برعکس خیلی از اینها بسیار کاردان و تیزهوش هستند. ولی که یک با
واقعیتی بوده که این مجموعه این قدرت، قدرت فکری، قدرت در واقع سیاسی، قدرت در واقع نخبگانی که هر جامعه بهش احتیاج داره، اینها به سوی هم، به سوی گرد هم آمدن حرکت نشده. و امروز صدایی که صحبت میشه و یا ما میشنویم که بنابراین باید گردش صورت بگیره، باید چرخش صورت بگیره، به این معنا هستش که بنابراین خود رو باید چیکار کرد؟ برای تصرف قدرت آماده کرد. تصرف قدرت خود یک استراتژی. استراتژی چیست؟ استراتژی این که بگیم که هدف چیست، از این این در چه لحظه ای، در چه تاریخی باید انجام بشه، و استراتژی در ضمن اینه که تمامی امکانات لازم رو برای رسیدن به اون هدف در واقع تنظیم باید کرد. استراتژی یک کارخانه فرق داره با استراتژی سیاسی. استراتژی سیاسی در واقع شما باید نگاه بکنید که اگر رفتن این حکومت، پایان دادن این حکومت در واقع هدف هستش، خب این رو در چه شرایطی میشه انجام داد؟ با حکم، با فرماندهی در درون یک شرکت ممکن این کارو بخواید مثلا کارش رو به جلو ببره، ولی که اینجا اینطوری نیست. جنبشی هست، افرادی هستند، شخصیت هایی هستند، سیاسیونی هستند، احزاب و سازمان هایی هستند، و تمام اینها خود رو دارای حقانیت میدانند، و بنابراین چون قدرت دشمن بسیار بسیار بالا هستش، یکی از اجزای این اپوزیسیون نمیتواند بر او غلبه داشته باشد. بنابراین یک اتحاد عمل، یک ائتلاف بزرگ لازم هستش، و این ائتلاف بزرگ بر اساس سفارش دادن و حکم به وجود نمیاد. یه به صلاح یک اقدام منجریال نیست که در یک شرکتی صورت بگیر، نخیر، کاملا متفاوت هستش. اینجا برمیگرده به چند عمل. یک این که افکار خود رو افراد تنظیم بکنن، روشن بکنن، بنویسن، بگویند. یک. دو اینکه وارد در واقع یک مبارزه فکری با دیگران بشن، به که این شفافیت ها باز هم سیغل و سیغل بخوره، اختلافات و نزدیکی ها روشن بشه. و سه اینکه خود این امر در ضمن باید توأم با چی باشه؟ تلاشی برای پیدا کردن نقاط مشترک، تلاشی باید باشه که به سوی رفتن اون ائتلاف بزرگی که بر پایه حداقل صورت باید بگیره. خب بحث اون وقت برای این خواهد بود که پس این حداقل ها چیست؟ ما در جستجوی تنظیم این استراتژی هستیم. بنابراین باید به سوی نیروها رفت، باید برنامه خود رو تنظیم کرد، باید نقد کرد، و باید در ضمن جستجوی همکاری داشت، تفاهم به وجود آورد، و این تفاهم بر پایه نشست ها، بر پایه آشنایی های جدیدتر، بر پایه رفع سوء تفاهم ها، بر پایه اعتماد سازی های مجدد و روابط انسانی مجدد صورت میگیره. اینه ظرافت کار. و در اینجا هستش که پس همه این تلاش ها که باید صورت بگیره چیست؟ میخواد به حداقلی که به که ما همه این افراد به این حداقل اعتقاد دارند، حداقل یک مسئله دموکراسی در ایران. این رژیم جمهوری اسلامی دیکتاتوری است، استبداد، و پایان دادن به این استبداد و رفتن به دموکراسی و به تبع پلورالیسم یا به اصطلاح چند حزبی در ایران که بتونه در واقع اینها فعالیت های دموکراتیک داشته باشن. دو، مسئله در واقع مربوط به جدایی دین از حکومت. این رو باید گفت، مرتبا تکرار کرد. جمهوری اسلامی یک جمهوری دیکتاتوری دینی هستش، یک جمهوری دیکتاتوری دینی یا حکومت دیکتاتوری دینی هستش که بر اتکای به قانون قرآنی داره، بر اساس در واقع قرآن، اسلام و فقه شیعه استوار هستش، و اینها در واقع زمینه هایی هستش و اون عواملی هستن که به یک جامعه دموکراتیک زیان میرسونن، و بنابراین باید جدایی دین از سیستم حکومتی و دین از سیاست های در واقع عمومی و حکومتی رو، این رو به شکل آشکار خاص و تکرار کرد. دو. سوم، در ارتباط با چی؟ در ارتباط با این که به هر حال ما فکر میکنم جامعه اشتیاق به این داره که اگر به هر حال به شکل مدرن خودش
عمل بکنه. مدرن یعنی چی؟ یعنی بسیاری از کشورها به هر حال پارلمانتاریسم هست، ولی بسیاری از کشورها این پارلمانتاریسم خود رو با جمهوری به اصطلاح تنظیم میکنن، و این جمهوری یعنی جدایی سه قدرت یا خودمختاری سه قدرت، قدرت در واقع اجرایی، قدرت قانونی و قدرت دادگستری یا قضایی. بنابراین این سومین نکته. چهارمین نکته مسئله تمامیت ارضی ایران هستش. امروز جامعه‌ای که جامعه ایران هستش، کشوری که کشور ایران هستش، به خاطر تمامی کثافتکاری ها و جنایت های همین جمهوری اسلامی، جامعه ایران در واقع حساس شده، جامعه ایران در واقع دستخوش یک بحران، جامعه ایران در واقع میتواند به یک لحظات بسیار بحرانی تری کشیده بشه، و نیروهای منطقه‌ای هستند که خواهان این هستند که جامعه ایران و کشور ایران تکه تکه بشود. پس بنابراین کسانی هم هستند که تو این دام میافتند و افتادن و بلندگوهایی برای اونها هستند، و یا به هر حال ممکنه امتیازات مالی هم برای خودشون کسب کرده باشند. پس بنابراین نکته ای که در اینجا مهم هستش، باید در واقع این به اصطلاح یک پارچگی مملکت تضمین بشه، و این مسئله به اصطلاح فرعی نیست. کسانی که میخوان این به اصطلاح ائتلاف عمومی رو با هم داشته باشن، روی این مسائل باید قراردادهای خودشون رو تنظیم بکنن. پس بنابراین اگر ما به تنظیم یک چنین به اصطلاح حداقلی برسیم، که من به همشون هم خواهم گفت دوستان گرامی من، یادتون باشه به هر حال محیط زیست جزء تمامی این مواد باید باشه. محیط زیست، بدون محیط زیست، بدون محیط زیست خوب نمیشه یک دموکراسی رو حتی بپا کردش. خب حال با توجه به این، بس بر سر این هست، شما اگر در استراتژی اپوزیسیون جلو میاییم، پس بنابراین حالا مشخصا چه کار بکنیم؟ این گروه های پراکنده چه بکنن؟ خب رسیدیم به این که یک توافق هایی وجود داره، خب راه دیگه نیست، اتحاد عمل، انرژی هایی که به هم باید پیوند برقرار بکنن، اینها باید بتونن رهنمود بدن، اینها باید خودشون رو اول جمع بکنن، یک تریبون داشته باشن، یک در واقع شورای مشترک داشته باشن، یک شورای مدیران داشته باشن، و خوشبختانه در این زمینه کارهایی داره انجام میگیره، خوشبختانه داره انجام میگیره، و بنابراین تمام همت رژیم هم امروز آغاز شده، و خواهیم دید در جستجویی هستش که چنین اقداماتی رو در واقع نابود بکنه. و به این خاطر هستش که من فکر میکنم که بخشهای مختلف اپوزیسیون ایران داره اقدامهایی میکنه. البته برای من هر نوع اپوزیسیونی مطلوب من به هیچ وجه نیست، من آن اپوزیسیونی رو مورد حمایت و مورد به هر حال مورد نظر من هستش که همین جنبه‌هایی را که خدمتون عرض کردم رو در نظر داشته باشه، و بنابر این نوعی اون اپوزیسیون جمهوری خواه، سکولار و خواهان جدایی دین از حکومت و غیر و غیره باشه. به این خاطر هستش که به این ترتیب ما در واقع در این لحظه باید تشویق بکنیم تمام اقداماتی که بین داخل و خارج داره صورت میگیره برای جمع شدن. حالا این جمع شدن میتونه مرحله به مرحله پیش بره، هر بخشی، هر طیفی باید خودشو متحد بکنه، و این اتحاد به نوبه خودش یک امیدی رو در درون جامعه به وجود میاره. و به همین خاطر هستش که الان صحبتهایی هستش در ارتباط با ایجاد شورای یا به هر حال به اصطلاح شورای مدیران، مدیران برای دوران گذار، دوران گذار یعنی گذر کردن از این جمهوری اسلامی، پایان دادن به این جمهوری اسلامی. چه کسی؟ یک گروهی، یک عده از افرادی که خوشنام هستند، افرادی که مورد اعتماد هستند، افرادی که پرونده های جنایی، پرونده های دزدی، پرونده های فساد ندارند، و پرونده های نزدیکی و به اصطلاح با حکومتی ها ندارند، و به این ترتیب هستش که این هم اجازه خواهد داد که اعتمادی که مردم از این حکومت سلب کردن اعتماد خودشون رو، این اعتماد جابجا بشه و به سوی این اپوزیسیونی که خودشو داره مطرح میکنه و با شفافیت میخواد حرکت بکنه رو، چی؟ این اعتماد به سوی اینها کشیده بشه. و در اون لحظه هستش که من فکر میکنم که جامعه ایران در واقع در یک روند سترگی قرار خواهد گرفت، و عمر جمهوری اسلامی به شدت
کوتاه خواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در حال مذاکره کردن با آمریکایی هستش به لحاظ فشاری که اونها آوردن، زیرا برها نگران این هستش که تشدید فشارهای آمریکا منجر به تضعیف بیشتر اون در درون جامعه ایران بشه، ولیکن جامعه ایران این مبارزاتی که به وجود آمده داره ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه همه جا این مبارزات کارگری، مبارزات مردم زحمتکش، مبارزات فعالین محیط زیست، مبارزات حقوق بشری غیر و ذلک وجود داره، ادامه داره. پس بنابراین اون حلقه مهمی که در واقع امروز کم هستش که همه این تلاش های ضد حکومتی رو در واقع به نحوی که در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، مطالبات صنفی و غیر ذلک وجود داره رو به هم پیوند بده، و این حلقه، حلقه در واقع جنبشی سامان یافته، سازمان یافته که بتونه این دوره گذار رو چی مدیریت بکنه. بله، واقعا به یک چنین حرکت جدی احتیاج هست و بایستی که یه استراتژی دقیق تعیین کرد. این ماجرا با اینکه من رهبر این ماجرا بشم، به نظر من دو گونه مختلفه. من بر این اعتقادم که این نوع حرکت ها، یعنی حرکتی که مثل انقلاب هست، که به قول همای ناطق بزرگوار گفت انقلاب یک روند است در تاریخ، نقطه آغاز ندارد و نمیشه بگی سه شنبه سه بعضور بریم انقلاب کنیم. نقطه شروعش واقعا پیدا نیست. همون چیزی که شواهد و قرائن نشان میدهد اینه که جامعه به این سمت در حال حرکت، نارضایتی عمومی، ناکارآمدی و ناتوانی دستگاه در اداره حکومت، اشتباه ها، خطاهای مکرر و مکرر وضعیت رو به گونه ای رسونده که میبینیم. به نظر من مردم ما، بزرگان ما در خارج کشور، همطور که شما به درستی اشاره کردی، باید به سمت مدیریت داستان حرکت کنن. این با اینکه من شاه بشم، نمیدونم فلان بشم، دو تا موضوع مختلفه. و این که نمیدونم شاهزاده رضای پهلوی بخواهد نخواهد، اون تصمیم شخصی اوست، کسی نمیتواند او رو وادار بکنه به این که بیا حتما تو رئیس این کار بشو. اگر خودش بخواهد، که تاکنون عملا نشون داده که هیچ حرکتی در این زمینه نکرده، چه دستی در این پشت است هیچ کس نمیداند، ولی عملا قدمی بر نداشت. ولی امیدوارم این حرکت شما و دوستان حرکتی باشه که بتونه کمک کنه در این زمینه. یکی از موضوعاتی که تصادفاً خیلی جالب همسو هستیم، که من این موضوع استراتژی رو مطرح کردم به گونه، به زبان خودم، و شما هم با ادبیات فصیح خودتون همین رو تکرار کردی. این مطلبی بود توی این بخش مقالات ما قرار گرفته تحت عنوان، بذار اینو من اصل مطلب رو پیدا بکنم، مفکرم از خودش بگم. بله، پاشنه آشیل حکومت و دین تاریخی اکثریت عظیمی از مردمان ایران، خانم منیژه حبشی، میگه قریب 40 سال از حاکمیت جهل و جنایت به کشورمان میگذرد. شاید گاه به نظر رسد که با توجه به پدیده شگرف دنیای مجازی و امکان گردش آزاد اطلاعات، دیگر نیازی به روشنگری نیست و کسی از زاویه آگاهی مشکلی ندارد. اما ایشون میگه به گمان من چنین نیست، و به نکته مهمی اشاره میکنه و اون مسئله حجاب زنان است، و او معتقده که مردان در این زمینه، یه قصه ای رم در این مقالش نقل میکنه که یه شایعه بود همون اول انقلاب، که دو تا ژاپنی اومده بودن، رفته بودن توی رستورانی، صاحب رستوران گفته بود که متاسفانه باید این حجاب سرش کنه، روسری سرش کنه. ژاپنی گفته بود خب ما نداریم، پس شما بر ما روسری بیا. و طرفم
رفته بود روسری و گفته بود خب یه دونه است دو تا بیار. گفت چرا؟ گفت خب هم همسرم هم خودم هر دو ما اینجوری زندگی کردیم. حالا اگر این قصه راست باشه یا شایع باشه یا ساخته شده باشه یه واقعیتی، یعنی مردان ما در این زمینه، ما مردان در این زمینه کاری نکردیم. میخوام این وضعیت حجاب رو از منظر نگاه شما دنبال کنم، ببینم که شما چجوری به این موضوع میپردازید. بفرمایید. میبخشید جناب آقای بهبانی، من فکر میکنم که واقعا مسئله حجاب، گرچه بسیار بسیار در این زمینه صحبت شده، بسیار در واقع افشاگری صورت گرفته و به تبع مبارزات بسیار گسترده‌ای از جانب زنان آگاه ما در درون جامعه صورت گرفته، در داخل و همچنین در خارج. ولی کماکان مسئله حجاب یک مسئله مرکزی در جامعه ایران هستش. من بارها شنیدم در گذشته و گاه اینجا اونجا که بله، به هر حال در جامعه ای که این همه فقر بیداد میکنه، این همه استبداد وجود داره، مسئله حجاب اهمیت درجه اول نداره و چه بسا فرعی باشه. نه، هرگز این چنین فکر نباید که، زیرا این فکر یک اشتباهه. چرا؟ به این خاطر که ببینید، ما در ارتباط با جمهوری اسلامی و تحلیل بکنیم، جمهوری اسلامی میگیم یک جمهوری اسلامی، یک حکومت مرد سالار، یک حکومت دینی ضد زن، یک حکومت دینی ضد حقوق بشر هستش. یعنی به این ترتیب داریم ماهیت این جمهوری اسلامی رو با چند کلمه در واقع داریم توضیح میدیم. جمهوری اسلامی که سیاست های بین‌المللیش میتونه بالا پایین بشه و غیر ذالک، اون اتفاقا جنبه اساسی نداره برای توضیح ماهیت این رژیم. ماهیت این رژیم رو در ارتباط با بنیادهای ساختاری و ایدولوژیکی اون مورد توجه باید قرار داد. چرا این همه حوزه از گذشته های دور و از زمان جمهوری اسلامی تا به امروز، حوزه های این آیت الله ها، این همه درباره زنان، در واقع علیه زنان، برای در واقع زندانی کردن زن در درون جامعه، برای در واقع محروم کردن زنان نسبت به حقوقشون، برای در واقع توجیه کردن احکام اسلامی که به عنوان احکام ضد زن ما باید اونها رو تلقی بکنیم، اینها پیوسته و پیوسته تلاش کردن در درون جامعه و در درون خانواده ها و در درون به حوزه ها و بر روی منبرها. غیر ممکنه کسی، آخوندی، بر بالای منبر بره و درباره زنان بدحجابی، بیحجابی، مسئله فساد، مسئله چی و چی صحبت نکنه. این برای اینها، به قول یکی داشتم صحبت میگم، میگفتش که برای اونها جنبه ناموسی داره به نحوی. یعنی چی؟ یعنی که به هر حال مسئله مرکزی که اونها بهش این توجه دارن این هستش که این دین، که یک دین مردسالار و ضد زن هستش، خودش رو باید با توجیهات گوناگون حفظ بکنه و یکی از این اهرم های حفظ هم پیوسته و پیوسته تاکید کردن این که زن نباید حقوق برابر مرد داشته باشه. ببینید، اتفاقا من الان در برابر چشمام یک چند نکته به اصطلاح آیه های قرآنی. ببینید، در آیه های قرآنی که مربوط به سوره نور هستش و همچنین در سوره احزاب، شما برید نگاه بکنین، در سوره نور آیه 31 و در احزاب آیه های 33 و 59. در آیه نور من نکات چی فهم میخونم، آمده که میگه به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را از هر نامحرمی فرو بندند و پاک دامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند. خب این خطاب به صلاح الله به محمد داره میگه که محمد زنهای خود رو به این ترتیب از دید دیگران حفظ میکنه. بعد میرسیم به یک به صلاح سوره دیگه، احزاب، که میگه در خانه هایتان قرار گیرید
و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید. به زنها داره میگه در درون خانه هاتون قرار بگیرید و زینتهای خود رو به این ترتیب نشون ندهید. و باز یک به اصطلاح تو آیه دیگه میگه ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش های خود را بر خود گیرند، برای آنکه شناخته شوند مورد آزار قرار میگیرند و غیر ذالک یفعل. خب آیاتی که در ارتباط با حجاب هستی در درون قرآن اینها هستش، ولی ما میدونیم که وقتی یک آیه که میاد این به عنوان در واقع یک پایه حقوقی در اسلام هستش، به عنوان یک پایه قانونی در قرآن در وقتی میادش به عنوان یک آیه و پایه قانونی در جوامع اسلامی مطرح هستش. به اعتبار این که در اون لحظه که در واقع اونم در محیط عربستان سعودی یک جامعه بسیار بسته، یک جامعه که در جستجوی جنگ و جدال با همدیگه هستن، دزدی و چپاول و غیر و ذالک هستن، زنهای همدیگه رو در واقع میدزدن، تجاوز میکنن و در واقع به بردهداری میکشونن و برابری اینها به نحوی زنهاشون به عنوان وسایل خودشون در واقع باید حفظ بکنن، به همدیگه نمیتونن اعتماد داشته باشن و به این خاطر هستش که چه بسا این نوع فرهنگ در اون جامعه وجود داشته. این فرق میکنه با جوامعی که در همون لحظه بودن، جوامعی مربوط به روم، جوامعی مربوط به یونان و حتی جوامعی مانند جوامعی ایران قدیم کهنه یا کهن معذرت میخوام. یعنی چی؟ یعنی در جامعه‌ای که چه بسا در رأس سیستم سیاسی ایران کسانی بودند، از جمله زنانی بودند که به قدرت سیاسی می‌رسیدند و شاه بودند، پادشاه بودند. بنابراین شما وقتی نگاه می‌کنید که بحث زن در اسلام یک بحث عقب مانده و مربوط به یک جامعه شدیداً عقب مانده هستش و این رو در مقایسه با همون دوران وقتی نگاه می‌کنیم، در دورانی هستیم که جوامع در واقع در این پراتیک های اجتماعی خودشون نسبت به زن به هر حال بالاتر هستند و پیشرفته تر هستند، بدون اینکه نقد بخوام بکنیم که جنبه فرهنگ مردسالاری هم به هر حال در اون جوامع بوده، ولی نسبت به مسائل مربوط به شبه جزیره عربستان کاملا فرق داره. به خاطر اینکه یک مغلطه‌ای که این اسلامیان میکنند، میگن که ببینید آمد و اسلام آمد و زن رو نجات داد به خاطر اینکه داشتن به اصطلاح اینها رو زنده زنده به گور میکردن. کدوم جامعه رو دارن صحبت میکنن؟ جامعه عربستان سعودی اون زمان که در واقع شبه جزیره عربستان بود، اصلا در همون زمان هم نسبت به کشورهای دیگه و جوامع دیگر در واقع این رفتارها بسیار احمقانه و کودن و بسیار عقب مانده بوده. همون لحظه هم در واقع این پراتیک در واقع یک پراتیک عقب افتاده و کاملا ارتجایی بوده. از ابتدا اسلام هیچ گونه جنبه در واقع ترقی خواهانه نسبت به جوامع پیشرفته همون دوران خودش هرگز نداشته. من این رو در تمام عرصه‌ها میتونم اثبات بکنم. خب حالا با توجه به این سوره هستش و وقتی که شما نگاه میکنید تمام زندگی این آخوندها روی این هستش و بسیار از اینا شما میتونید که آدمهای مریضی هستن، از نظر جنسی آدم های مریضی هستن، آدم های دارای عقده های بسیار 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 مشکل سازی برای اینها هستن، عقده های جنسی. اینها آدم های بسیاری از اینها آدم های سالمی نیستند. این که میاد این رو در کنار این وقت اضافه میکنن که 4 زن میتونید بگیرید و البته خود پیامبر اسلام تعداد زناش بین 13 تا به اصطلاح 14 تا زن میشده و اون چون پیامبر خدا بوده اون ایرادی نداره و به هر حال میتونه باز به حتی زنهایی که به اصطلاح بردم هستن اونا هم به هر حال بخواد، اینا زیاده خواهیش این مسئله ای نیستش این حرفا، ولی که برای مؤمنین مرد 4 تا زن در نظر گرفته شده. به اصطلاح میگن این باید مورد چی؟ مورد توافق زن باشه که زن بعدی در واقع به خانه شوهر بیادش. و ما میدونیم این باز نیز یک دروغ هستش، به خاطر اینکه زنی که در یک شرایط محدود پدرسالارانه هستش و وابستگی اقتصادی داره و در واقع تسلیم شده هستش، هرگز نمیتونه در واقع نظر آزادانه ای بده و برابری همه چی به اون فرد، اون زن اول و بقیه زنها در واقع تحمیل شده هستش و این یک دروغ آشکار هستش در عرصه نظر اسلامی. خب حالا با توجه به اینها وقتی ما میاییم
اینها رو کنار هم میذاریم، اینها یک مجموعی میشه، مجموعه قواعد قرآنی درباره زن. یعنی اینجا میگه که روش رو بپوشون، اونجا میگه که 4 تا زن میتونی بگیری، جای دیگه میگه اینها رو هر وقت خواستی به عنوان کشتارهایی ازش استفاده بکن و در واقع میتونی لذت جنسیش رو ببری بدون اینکه اون راضی باشه، و اگر هم در واقع تأمین نکنی میتونی این زن رو در واقع کتک بزنی، بعد در واقع تنبیهش بکنی. این آیه قرآنی هستش. خب شما در این فضا هستید دوستان گرامی، در این فضای قرآنی چگونه در واقع توجیه شده هستش که این ستمگری که مرد نسبت به زن میخواد داشته باشه توجیه شده هستش، یک امری هستش که برابر با چی؟ برابر با ثواب هستش، زیرا فرد زن در نظام اسلامی فاقد شعور و فاقد ارزش انسانی برابر مردها هستش و به این خاطر این احکام بیرون آمده است. به عنوان یک وسیله زن هستش، به عنوان یک وسیله که در خدمت جنسی مرد باید قرار بگیره هستش. زن در دو چیز خلاصه میشه در اسلام، یک مسئله در واقع ایجاد فرزند و برای گسترش قبیله یا به اصطلاح امت، یک برابر بازتولید به اصطلاح افراد، دو به عنوان یک ابژه جنسی در خدمت مرد. همین، این تمام نقش زن در اسلام در این دو مطلب خلاصه میشه، یک داشتن بر فرزند برای گسترش امت، دو در خدمت لذایذ و به هر حال تمام نیازهای جنسی مرد هستش. بنابراین اینه. خب حالا با این فرهنگ شما میایید به درون حکومت اسلامی. حکومت اسلامی ماده، حالا من همه جنبه ها رو نمیخوام باز کنم، فقط چون صحبت شما در ارتباط با حجاب کردی تو این فقط میخوام خلاصه بکنم. ببینید ماده 638 قانون مجازات اسلامی چی میگه؟ میگه زمانی که در واقع مسئله بد حجابی اگر هست، زن رو نسبت به زن چه به اصطلاح تصمیمی هست؟ 74 ضربه شلاق باید در نظر گرفت، از 10 تا 74 شلاق، و یا 2 ماه حبس برای زنان. چه زنانی؟ که به عنوان بدحجاب هستند. بدحجاب چیز؟ احتمالا موی یه زن بیرون هستش. 2، برای زنان بدحجاب، بیحجاب ببخشید، برای زنان بیحجاب در خود همین قانون مجازات اسلامی آمده زن بیحجاب باید در واقع مورد تنبیه قرار بگیره، 2 ماه حبس و یا 50,000 تومان جریمه باید بدن. چرا؟ به خاطر اینکه احتمالا به فرض اگر چنانچه زنی حجاب ندارد. به علاوه اضافه میکنه همین قانون که فروشندگان لباسهای غیر دینی، یعنی بخش تاجرها، بخش کسانی که در بازار هستن، اینها هم مورد کنترل باید قرار بگیرن. 1، قانونی توضیح میده 4 مورد هست: 1، تذکر و ارشاد، 2، توبیخ و سرزنش، 3، تهدید، 4، تعطیل محل کسب 3 الی 6 ماه. خب شما نگاه بکنید این خیلی روشنه، یعنی قاعده بندی کرده، یعنی فرد زن بدحجاب، زن بدون حجاب و کسانی که چنین اصطلاح اجناسی رو در درون جامعه میارن و پخش میکنند که به عنوان در واقع حجاب یا البسه، به اصطلاح در قانون اومده البسه غیر اسلامی تلقی میشود. خب این همون یک نظامه، این همون نظام ضد زن هستش که مسئله بدحجابی و بیحجابی و اینها به دنبال همون فرهنگ و یا احکام قرآنی آمده. بنابراین در اینجا مسئله ای که صورت میگیره چیست؟ شما این جنبه دینی رو در نظر بگیرید، جنبه قانونی جمهوری اسلامی در نظر بگیرید و جنبه پراتیک، جنبه تجربه 40 سال این حکومت اسلامی رو در نظر بگیرید. چه شده است؟ این همه فشار، این همه اسید پاشی، این همه در واقع دار دسته های اوباش،
این همه دستگیری زنان و بردن اینها به کلانتری ها و یا مراکز بسیج و غیر و زالک، این همه شلاق، این همه در واقع جریمه های نقدی و غیر و زالکی هست. 40 سال یک عمر بلند برای آزار زنان بوده است، فیزیکی، جسمانی حتما، ولی علاوه بر این مسئله تبلیغات مدام و مدام علیه کی؟ زن، علیه در واقع ارزش زن، علیه شرافت زنان در ایران. تمام این داستان حکومت اسلامی در واقع اون نقطه مرکزیش اینه که چگونه حکومت را نگه داره و برای نگه داشتن این حکومت چگونه زن رو در واقع ذلیل بکنه، چگونه زن رو سرکوب بکنه، چگونه زن رو زیر کنترل سکس و در واقع فرمان مرد قرار بده. این داستان قضیه. پس بنابراین اینها اگر اینجا اونجا مجبور شدن که زنانی که مقاومت کردن و موی خودشون رو در واقع بیرون می اندازن، این فشار جامعه هستش، خواست اونا نیست، به خاطر که 40 سال این زنان در زمین دارن مبارزه می کنند و اونها 40 سال دارن سرکوب می کنند. به بی خاطر هستش که بنابراین اگر به توجه نمی کنن یا لحظاتی که مربوط به انتخابات هستش یه مقدار در واقع کوتاه میان، پس فردا که تموم شد دوباره در داردست های وحشی می ریزن در اینجا و اونجا. اینها واقعیت امین هستش که جمهوری اسلامی نمیتواند از مسئله در واقع این قانون به اصطلاح حجاب خودش و بنابراین سیاست ضد زن خودش دست برداره. این دست برداشتن از این قضیه به معنای نفی ایدولوژیکی خود هسته. کشور ما بسیار پیشرفته تر بوده، شهروندان زن ایرانی ما در گسترش خودشون و رابطه خودشون با جهان در واقع آگاهی، جهان دانش، جهان آزادی بسیار قوی تر هستش و به این خاطر هستش که اینها تونستن با یه حدود خودشون رو به سیستم حکومتی تحمیل بکنن. تحمیل یعنی اونو مجبور بکنن که تا یه حدودی عقب نشینی بکنن، ولی این عقب نشینی از سر شعور اونها نیست، از سر در واقع اینکه اونها تربیت شده باشن و دیگه کوتاه آمده باشن به هیچ وجه نیست. تمام اینها در جستجوی این هستن که انواع اقسام شگرت ها رو به کار ببرن که این زن ایرانی در واقع چی باید ستم دیده باقی بماند و این ستم دیدگی یکی از جلوه هاش جلوه مربوط به حجابه. روزی یکی از این دانشجوهای من اومد به من گفت که اینجا در محیط دانشگاهی دبستان، دبستان و دبیرستان و کالج حجاب در واقع ممنوعه، ولی که در درون خود دانشگاه برای دانشجو حجاب آزاده. اومد گفتش که آقا ایجادی، گفتم که بله، گفتش که حجاب من شما رو ناراحت میکنه، گفتم که شما آزادی دارید که در این جامعه فرانسه حجاب داشته باشید یا نداشته باشید، ولی که به هر حال این دیگه خودتون پذیرفتید که خب داشته باشید در محیط دانشگاهی اینجا. گفت خب من اینو میدونم، ولی که شما نظرتون چیه؟ شما خودتون با حجاب موافقید یا مخالفید؟ گفتم که من با حجاب شدیداً مخالف هستم. گفت چرا؟ گفتم که به این خاطر که حجابی که شما دارین به عنوان دانشجوی جوان از الان در اینجا سر میکنید و میخواید ادامه بدید، این بنا معناش چیز معنا جدا کردن شما از محیط اجتماعی عادی هستش، جدا کردن شما از محیط کار هستش، جدا کردن شما از مسئولیت ها هسته. چرا؟ به این خاطر که در سیستم موجوده در فرانسه کسانی که دارای حجاب هستن رو چی؟ بهشون اعتماد نمی کنن، به راحتی بهشون کار نخواهند داد، شما این را می دانید، پس بنابراین این به ضد منافع شما عمل می کنه. که خب فراتر از این، گفت خب این مسئله به اصطلاح دین من هستش، فرهنگ من هستش. گفتم که فرهنگ شما اگر مسئله حجاب شما هستش، این فرهنگ جز بی فرهنگی هیچ چیز دیگه ای نیست. فرهنگ شما در ادبیات شما میتونه باشه، در تمدن شما میتونه باشه، در به اصطلاح تاریخ جغرافیا و اماری های شما میتونه باشه، در رقص شما میتونه باشه، و نه در واقع این به اصطلاح پارچه‌ای که در روی سر انداخته اید تا موی
خودتون رو از دیگران در واقع پنهان، بنابراین برای من حس میکنید برای اینکه ادعا بکنید که این به اصطلاح فرهنگ شما هستش. و شما نگاه بکنید این به اصطلاح کوتاه من با این فرد چگونه به نحوی در جامعه غربی هم که اینها خود رو در این بستر در واقع محجل سازی قرار دادن به لحاظ مرکز های دینی اسلامی که در اینجا و جانانی که در واقع شعور لازم ندارن، هنگ گسترده رو ندارن، آشنایی ندارن با پراتیک های جهانی و غیر و ذالک و تمام این حزم دینی ذهن اینا رفته و ذهن اینا رو در واقع خلاص کرده چی؟ از اندیشیدن. این دین اسلام که وارد این ذهن شد اندیشه متوقف شد. این دین اسلام و دوتا وقتی رفت و کسی این رو پذیرفت دیگه نمیتونه نفس راحت بکشه. در ایران ما مردم به خاطر این به اصطلاح دارای پوشش هستن زیرا فر حکومتی هستش. خب کسانی هستن که به لحاظ میتونیم که سنت یا دینشون برای خودشون داره ولی دغدغه خاطرشون نیست، زمان شاه هم بوده، ولی این امروز تبدیل شده به یک شیطان دائم. که این شیطان دائم یعنی چی؟ یعنی زن، این زنی که با موهاش میاد بیرون، لاک زده، خودش رو آرایش کرده و فلان نو به اصطلاح چیز رو پوشیده، این برای جمهوری اسلامی و برای حوزه ها جز یک شیطان چیز دیگه ای نمیتواند باشه. به این خاطر هستش که تمام قوای خودشون رو به کار گرفتن و به کار خواهند گرفت که در واقع زن چی؟ زن محروم باقی بمونه، زن زیر چادر قرار بگیره، زن از مناسبات اجتماعی در واقع بیش از پیش دور بشه، از به اصطلاح مسئولیت هایی که امروز هنوز نگهش داشته اینها رو ازش به اصطلاح سلب بکنه، که به این ترتیب جامعه دست اسلامی و در خدمت آقایا قرار بگیره. و به این خاطر هستش که برای اتمام این بخش من فکر می‌کنم که واقعا مسئله حجاب یک امر اساسی در جامعه ما هستش و همه افراد، روشنفکران، افراد سیاسی، کنشگران گوناگون نسبت به این امر حساسیت خودشون رو باید نگه دارن، مبارزه خودشون رو باید نگه دارن. ما فکر نکنیم که 40 سال گذشت و خب حالا دیگه عادت کرد. به این امر هرگز نباید عادت کرد، به حجاب اسلامی هرگز نباید عادت کرد. بنابراین یک چیز برای ما باید بمونه و اون هم ادامه یک سو کار فرهنگی که این حجاب بد است و چرا بد است، و از سوی دیگه مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی که پیوسته و پیوسته از این تاریخ هم خواسته آزادی های مملکت ما و آزادی های زنان ما رو در واقع سلب. بسیار ممنون و متشکرم. اتفاقا من وقتی که شما قصه اون دختر دانشجو رو مطرح کردی منتظر بودم بهش بگی که برو مقاله خانم میرزادگی رو بخون. خانم میرزادگی 3-4 سال پیش مقاله نوشت تحت عنوان که این حجاب نیست، یک شعار سیاسی است. و ما بارها شاهد هستیم میبینیم که مثلا یه لحچکی به کلشه ولی مثلا یه دامن کوتاه سکسی فلان پاشی. بنابراین این اون ماجرای حجاب اسلام رعوف فلان نیست، این یه شعار سیاسیه. تو خط سیاسی تو با این معین میکنی، این دین سیاسیه. مشکل در حقیقت از اونجای آغاز میشه که این پدیده میاد رو و کار میخواد که کار سیاست بکنه. بسیار آقای ایجادی ازت ممنون و سپاسگزارم از اینکه مهر میکنی و تا این دیر وقت در پاریس زیبا همراه ما هستین. از شما تشکر میکنم مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت. آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم از شما. با سپاس از شما و به امید دیدارهای دیگه. متشکرم. ممنونم. بها دوستان شنیدیم فرمایشات دقیق جناب استاد آقای دکتر جلال ایجادی رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. به هر حال اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است که آمار و ارقام هرگز اشتباه نمی کنند، ریاضیات
دروغ نمیگوید، مهر کن، سایت میهن رو به دوستانت معرفی بکن، یعنی mihantv.com رو به دوستانت معرفی کن که به سایت بیان، از بخش مقالات استفاده کنن، آخرین اخبار رو جستجو کنن و بعد هم به ویدیوها و یادداشت‌های روزانه برسن. آرشیو رو هم بتونن در اختیار داشته باشن و اگه احیانا دلشون خواست امکان اینکه کمک مالی هم بکنن، در اونجا همه امکانات وجود داره. به هر مجدانه خواهش میکنم به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید، سابسکرایب کنید، مشترک بشوید، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید، دیگه حداقل هاست. و بعد هم اپلیکیشن رو حتما دانلود کنید، کمک میکنه به شما. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید، ما مشکل داریم. خواهش میکنم در این زمینه مددرسان باشید. متشکرم از شما.